البته بسیاری از سوالات خصوصی رو در مورد ایشون مطرح میکنن و فکر میکنن من تمام رمز و رازهای زندگی دکتر هولاکویی رو میدونم، در حالی که من هم به همون بی اطلاعی هستم که همه شما بینندگان عزیز هستید. خیلی خوش آمدید. بسیار خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم، خدمت بینندگان خوب و عزیز سلام عرض میکنم. خوشحالم که شما چون بی خبرید من رو دعوت میکنید و الا مانند بقیه اگر خبر میشدید کان را که خبر شد خبری باز نیامد. دکتر جان یه سوال قبل از که وارد بحث اصلیمون بشیم، یه پرسش دارم که دیدم عده بسیار زیادی اینو مطرح میکنن، برای خودم هم مطرحه و اون روش کار شماست. اون این است که اغلب این مشاورینی که در مسائل روانی روانکاوی میکنن، مشاوره میکنن و همه این کارا رو میکنن، موضوع سابجکت یا اون سوژه که میره فرد که بهشون مراجعه میکنه، اینا میشینن و اغلب فقط حرفا رو گوش میکنن، کمتر مداخله میکنن، کمتر به اصطلاح در روشی که به کار میبرن حرف میزنن، مسیر میدن به حرکت و سعی میکنن که به اصطلاح خودشون یک پیدا کنن مسئله و مشکل در کجاست، یا به هر حال به شیوه ای انجام میدن که چون من خودم چند جلسه از این مشاورها رو داشتم هیچ وقت نفهمیدم که چه تفاوتی بود بین این. یادم میاد برای یه زمانی 8 جلسه رفتم یه مشاوره گرفتم، مثلا نفهمیدم که در این 8 جلسه این آدمی که طرف من نشسته بود این نقش چی بود. درست مثل این که قدیما میگفتن یه سنگ صبور بود میذاشتن، بعد این میرفت جلو اون سنگ صبور حرف میزد، انقدر حرف میزد تا از قصه هایی که از خودش منتقل میکرد سنگ میترکی، مگر این سنگ صبور بود؟ و هیچی من نفهمیدم. حالا میبینم که من در این نفهمیدن خودم تنها نیستم، عده خیلی زیادی این مشکل رو در برقراری ارتباط با روان درمانگر یا کسی باش مشاوره میکنن باش نشستن دارن، اما روش شما این نیست. شما دخالت میکنید، شما قصه رو سعی میکنید بگیرید و بعد بلافاصله عکس العمل نشون میدید، بلافاصله مسیری رو که پیدا کردید سعی میکنید خود طرف هم کمک بکنید در اون مسیر قرار بگیره. تفاوت این روش ها در چیه؟ بله، البته بسیاری از اوقات دوستانی که همچین قضاوتی میفرمایند با توجه به برنامه های رادیو تلویزیونیه و من بارها روی خط رادیو تلویزیون عرض کردم که گفتگوی من در رادیو و تلویزیون به هیچ وجه روان درمانی و تراپی نیست، حتی یک گفتگوی سیستماتیک علمی هم نیست، بلکه یک گفتگوی است بر اساس اصل آزادی بیان. بنابراین مطلبی که عزیزان و شما میفرمایید اینجا درسته. دوم، اگر شما که هرگز تشریف نیاورید، اگر یه روزی هستالی که البته حالا به دلیل دوستی نمیتونم قبولتون کنم بر اساس اصول قانونی، ولی اگر دوستی من مراجعه کنن برخی از اوقات سرنوشتی بهتر از این ندارن. شده که ما یک ساعتی که من در خدمت چونم 50 دقیقه من حرف زدم 10 دقیقه اونا، بنابراین متاسفانه حرفی که میفرمایید درسته. علتش هم دو چیزه. یک، اصولا روش ها و متد های مختلفی از نظر کار روان درمانی یا سایکوتراپی وجود داره که اون نوعی که شما بهش اشاره فرمودید معمولا به عنوان سایکو انالیزم یا روانکاوی است که فرضشون بر اینه که وجود انسانی رو مانند مثلا یه پیازی میگیرن که لایه به لایه رو میذارن خود فرد به چرخه پیدا کنه، میرن سراغ لایه دوم و بنابرای در بسیاری از مراکز از جمله در اروپا که این روش آغاز شد کار روان درمانی کار 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله است. یعنی انتظار اینه که شما 10 سال 20 سال تشک ببرید تا این لایه به لایه رو درست کنن با کمک خودتون برید و بنابراین برای کسانی که وقت و انرژیش رو دارن و ضمناً مایل هستن این گونه با موضوع برخورد کنن یه راه و روشی است که مفید است و سازنده و بنده باش بحثی ندارم. اما در این حال روش هایی هستن مثل کاگنیتیو تراپی یا شناخت درمانی که اصولا موضوع اصلی و اساسی برانگیختن و آمادگی است که یه فرد از نظر عقلی و علمی و یا حتی سیستم استدلالی اون عقل که منطقه داره و بنابراین من درگیر اون گفتگو خواهم شد، بنابراین من از یه روش دیگری استفاده کنم. اما نکته دوم اینه که من به خودم این اجازه رو میدم نه تنها روی خط رادیو تلویزیون، در کار روان درمانی و تراپی هم که سخت درگیر بشم. علت هم این است که فکر میکنم به دلیل کمی شاید شناخت جامعه شناسانه در مورد جامعه انسانی به ویژه فرهنگ و جامعه ایران، شاید بعد از
دیدن علائم و نشانه هایی خیلی زودتر بتونم پی ببرم که ما موضوع و مسئله و مشکلمون کجاست، تا فقط یه نگاه یک طرفه روانشناسی، برای که اینا یه مقدار علوم مکملن. ضمن همونطور که شاید بارها عرض کردم، من با مسائل فلسفی و مذهبی و تاریخی هم آشنا هستم، بنابراین اونها هم یه مقداری کمک میکنه. و بعدم بسیاری که سراغ من میان انتظار این نوع برخورد رو دارن. اگر یک کسی بیاد سراغ من و به من بگه که من میخوام از روش روانکاوی پیش برم، منم احتمالا همون کاری رو میکنم که اون دوستان انجام میدن، ولی معمولا یک، من قبول نمیکنم، دو، چنین اتفاقی خیلی خیلی کم در یه زمینه محدودی اتفاق افتاده. اما نکته دیگر این هست که من متاسفانه با یه واقعیت و حقیقت دیگری روبرو هستم. یکی از این واقعیت ها اینه که بسیاری از آدم هایی که به شما مراجعه میکنن میگن ما میایم ولی فقط تو باید یه قولی به ما بدی که ما خوب نشیم. برای این برخلاف تصور، نیمی از آدم هایی که سراغ روانشناس و روانکاو و رواندرمانگر میرن با این فرض میرن که خوب نشن، برای که در اون کامفورت زون خودشون در اون منطقه همون گونه بمونن. این درست مثل شما است که برید سراغ 1000 تا زن و شوهر، میبینید 700 تاشون 800 تاشون ناراضین ولی اونجا موندن. علت چم این است که ماجرای انسان و تصمیم گیری و عمل انسان خیلی متفاوته با حسش، احساسش، باورش، اعتقادش، علمش. بنابراین این مورد اولی است که شما میتونید بشنوید. دوم این که من میدونم، به آمارا نگاه کنید، بیش از یه سوم آدم ها بیشتر از یکی دو جلسه نمیان و بنابراین شاید حتی تا 90% آدم ها به 10-15 جلسه ممکنه نرسه وقتی رو خودشون کار میکنن. و از من بنابراین یه وقت کمی دارم. وقتی من بدونم از 100 نفر که من مراجعه میکنن 90 تاشون بعد از 10 جلسه احتمالا نخوان بود، نه با من، با هر کسی دیگری، من چرا از این فرصت استفاده نکنم و در حقیقت نوعی حملات رو انجام بدم. کار من یه مقداری جراحی روانی است، کار دیگران یه مقدار ورزش و تغذیه است. بنابراین با ورزش و تغذیه و تغییر روش و متد این حد و روش از نظر علمی به یک اندازه معتبره، بسته به نوع فرد داره و مشکل و مسئله، و بعدم البته همون شرایطی که عرض کردم، زمان. چون شما اگر به دوستان دیگه هم بفرمایید، به روان کاو که سایکوآنالیز میکنه، بهش که این آدم فقط 2 جلسه میاد پلو، تو اصلا کار اونجوری شروع نمیتونه بکنه، یا اصولا چون نوع دیگری باش راحت نیست، فقط از اون مسیر میره، امیدش اینه که اون آدم بیاد یا بعدا به یه جای دیگه مراجعه بکنه. این متدی بوده که با فروید آغاز میشه، این متدی بوده که تا 1920 متد غالب بوده. 1920 تا 1960 رفتار درمانی درگیر شد که اصلا میرفت سراغ رفتار و دیگه توصیه تجزیه و تحلیل افکار رو نداشت، و بعد از 1960 ترکیب اینا جواب بهتری رو داد. ضمن نمیخوام جسارتی بکنم، برخی از دوستان بیش از این بلد نیستن، اشکال کاری، بنابراین ترجیح میدن که خود فرد موضوعشو مطرح کنه، متوجه بشه، مشکل رو پیدا کنه، خودش حل کنه، و چون کار میکنه از اینجا. ولی من با آهستگیش مسئله دارم، من با نتیجه گرفتنش، با توجه به اینکه 90% آدم و بعد از 10 جلسه نمیان روبرو هستم. و به هر حال یه مقداری نوع کار من این بوده. ولی اگر یک کسی به من بگه راه و روش تو درست نیست، یا در خصوص این فرد درست نیست، یا در این زمینه، کاملا میپذیرم، احتمالا با خطا و اشتباه بسیار همراهه. به همین جهت است که عده‌ای حتما کار کردن با من رو که البته من به دلیل الان رادیو و تلویزیون فرصتشو ندارم، نمیپذیرند و نمیپسندند، و یه عده‌ای ممکنه راه و روش اون دوستان رو. و به همین جهت است که در اونجا هم البته کسانی هستند که فرض ظرف 6 یا 8 جلسه در حقیقت فرد رو زیر بمباران میگذارن و فکر کنن از اون طریق بیشتر و بهتر به نتیجه میرسن. ولی به هر حال تفاوت متد یا روش معالجه است که درست مثل این که استاره، اگر تشویق پلوی کسی بگیر بخواهم مشکل وزن دارم، یکی بیشتر رو ورزش تاکید داره، یکی رو تغذیه، یکی احتمالا روی فرض بفرمایید دارو یا جراحی. حالا موارد مختلف فرق کنه، بسیاری از عزیزان جراح هستن که کارشون لایف و سکشنه، یا احتمالاً یک کاری تو این زمینه، اونا با تغذیه کاری ندارن، اونا با ورزش کاری ندارن. حرف این است که بیا من اضافه چربی رو در میارم نزم دور، در حالی که یک کسی که مسئول ورزشه یا تغذیه است میخواد از راه دیگه این مقدار چربی اضافه رو آب کنه. هر کدام یه جوری آب میکنن، ولی خب همه از این طریق به یه نونی خیلی حسابی میرسن.
خب آدم نگران نون در واقع روانکاوا و روانپزشکا و اینا نیست، برای اینکه خیلی ها به این نونای خوب میرسن و این شایستگی رو ندارن، انقدر هم کار مشکلی ندارن. دکتر یه سوال دیگه، قاعدتا کسانی که به شماها مراجعه میکنن، شما که با روان انسان سر کار دارید، اینا همش مشتی مسئله و مشکل رو میارن با خودشون. یک روان درمانگر چجوری سلامت خودش رو حفظ میکنه؟ خب آخه مگه قرار مثلا فرض کنید همین امروز بعد از ظهر من داشتم میومدم به تلویزیون برنامه شما رو گوش میکردم، یکی دو مورد بود که من نتونستم تموم کنم. وقتی اون مورد پدری رو که بچه رو گذاشته بود رفته بود، اصلا دیدم آقا مثل اینکه همه ما به هر حال هر روز هزار تا مشکل داریم، اصلا این دیگه قابل تحمل نیست. یک روان درمانگر یا یک روانکاو هر روز با این مشکلات مواجهه، این چجوری سلامت خود چه حفظ میکنه؟ خب دو سه تا جواب براتون دارم. دلیل اول این که بیشتر کسانی که میرن سراغ کار روانشناسی یا روانپزشکی خودشون یه ذره ایرادات روانی بیش از متوسط جامعه دارن. دلیل دوم این هست که اونا وقتی که درگیر این کار میشن بیش از بقیه گروه‌ها خلوچل میشن. به همین جد است که شما البته آمارهای اخیر نه آمارهای قدیمی روانشناسان و روان درمانگران بیشترین میزان هم بیماری داشتن هم خودکشی. بنابراین حرفی که میفرمایید از اون ورش درسته. سومین موضوعش این هست که بسیاری که توانایی تفکیک رو دارن، یعنی یه مغزی دارن که دیپارتمنت‌های مختلف داره، فروش رو با خرید اشتباه نمی کنن. شما در خرید باید پول کمتری بدید و در فروش باید پول بیشتری بگیرید. بسیاری توانایی این تفکیک رو ندارن و به همین جاست که روزی که شما حالت امپتیک دارید، یعنی خودتون رو جای دیگری میگذارید، منهای یک چیز از نظر احساسی درگیر نمیشید، چون همینقدر که احساس اومد میشه سیمپاتی. مهمش اینه که یه روان درمانگر توانایی امپاتیک داشته باشه نه سیمپاتیک. اما شما که میخواید اینقدر تون برید، بذارید یه جور دیگر رو نگاه کنید. شما به یک متخصص یه جراحی نگاه کنید که اصلا کارش برخ از اوقات فرض کنید قطع قسمت‌های مختلف بدنه که به عنوان نجات بیمار ضروری است. خب شما اونجا که آدما باید بیشتر آسیب ببینن، برحال اگر آدما آموزش لازم رو دیده باشن، ترینینگ لازم رو دیده باشن، تجربه داشته باشن، ویژگی های روانی خاصی داشته باشن، میتونن این کار بکنن. ولی اگر آدم مهربون و عرض کنم ظریف و لطیفی مانند هستاری و دوستان باشن، از اونی کار میزن. آدم زمخت عرض کنم یه مقدار بی‌حس بی احساس، من رفتم پلو متخصص قلب، اتفاق خانمی که کار عکس برداری قلب من انجام میداد بانوی ایرانی بودن، بعد از اینکه تموم شد آمدم گفتم که اشکالی با قلب من هست، به من به انگلیسی هفته گفت دکتر you are heartless، اصلا تو قلب نداری. فهمیدم که متاسفانه ایشون خیلی زود به واقعیت و حقیقت رسیدن. بنابراین برخی از وقت وقتی شما هارتلسی تو قلبی ندارید، خیلی هم جایی برای ناراحتی ها نیست. ندارید. سپاسگزارم. جناب دکتر امشب میخواییم وارد مسئله تنوع طلبی جنسی بشیم، اما قبل از اون فکر میکنم یه بحثی در مورد غریزه لازمه و واقعا یا انسان غریزه داره یا اصلا غریزه نداره، غریزه یا فقط خاص حیواناته، بله، یا نه انسان هم رفتارهای غریزی توش پیدا میشه. ببینید هستاری مطلی و مطالبی رو اشاره فرمودید که همه خوب است و درست بود، خدمتتون هم عرض کردم که به هر حال کارتون خیلی خوب است و درست. بذارید چند تا نکته عرض کنم. اولا میدونید همه این واژه‌ها مهمش تعریفشه، اون دفینیشن است. من اون تعریف قالب رو و به نظر خودم تعریف درست علمی رو مطرح میکنم، ولی کسی از راه میتونه برسه، حتی میتونه برسه سراغ آثار فروید و درباره غریزه جنسی همینجوری پشت سر هم اینستینکت یا غریزه رو اینجا و اونجا ببینه. اما از نظر من غریزه اولا یک پدیده طبیعی هست، ولی ماجرای بالانس یا توازن درونی نیست. اشتباهی که مردم میکنن اینه، یعنی ضربان قلب من یا تنفس من یه پدیده طبیعی هست ولی به عنوان غریزی شناخته نمیشه. موضوع غریزه در ارتباط موجود ارگازم برای ایکولیبریم، تعادل با محیط خارجه یا سازگاری با محیط خارجه. بنابراین یه عده برخی از اوقات فکر می‌کنن که خب انسان غریزه داره، غریزه فرض بفرمایید قلبش میزنه یا نفس میکشه یا جهاز عصبیش، نه اونا امور طبیعی هستن، نچرال. حالا اگر یکی دلش بخواد نچرال رو با غریزه یکی بدونه اون قصه دیگه است. اما اگر شما برید سراغ مفهوم غریزه، معمولا اون چیزی که گفته میشه غریزه،
یه مکانیزمی است برای سازگاری موجود با محیط خارج که اولا خودکاره، خودش کار میکنه، نه اینکه کاملا خارج از کنترل در خصوص برخی از موجودات، ولی خودکار. دومی که ناآگاهی. سومین مسئله که وجود داره علاوه بر خودکاری و ناآگاهی کاملا مسلطه، دامیننت، مریضه. بله. و بعد از اون متناوبه، یعنی میاد و میره، یعنی میل مثل فرض بفرمایید به رابطه جنسی یا تشنگی یا گرسنگی، اینا به صورت دوری هستن، یعنی همیشه نیستن، میان ارضا میشن و میرن و هدفشون ایجاد تعادل یا بالانس در داخل هست. مورد بعد این است که نکته فوق العاده جالبش این که خادم نوعه، نه، یا درست بگیم نه خادم فرد. یعنی چی؟ در حیواناتی هستن که غریزه با اعمالش موجود میمیره ولی نسل تداوم پیدا میکنه. بذارید یه مثال خدمتتون عرض کنم. شما فرض کنید یه کندوی زنبور عسل داشته باشید. شما میدونید زنبورا میرن میگردن گل پیدا کنن. وقتی رفتن گل پیدا کردن یه دوری میزنن، حجم گل رو تا حدودی ارزیابی میکنن و بعد از اون بر میگردن به کندو خبر میدن که من یه جای گل پیدا کردم و بعدن یه رقصی میکنن و صدای از خودشون در میرن که اون رقص یه زاویه ای داره، مثلا فرض کنید که 130 درجه، که این 130 درجه چی رو نشونه؟ مرکز کندو، خورشید و مرکز گل. یعنی از این طریق دستگاهی دارن که ما خیلی دلخوشیم با این چیزی که در اتومبیل هم داریم، زنبور عسل اینو داره. اولا متوجه میشه زاویه کجاست، مرکز کندو، مرکز گل و خورشید. بجز که در وقتای که خورشید هست به خاطر ابر اونها مشکل پیدا میکنن، گم و گیج میشن و گرفتار میشن. حالا پس بنابراین میان زنبورا برای اینکه رقص دیدن مقدار دن، یه دفعه تصمیم میگن 500 تا یا 5000 تا زنبور میرن به اون سمت. حالا متخصصین اومدن چه کردن؟ اومدن گلا رو یه جای گذاشتن، زنبوره اومده گزارشو داده، ولی بعد از اینکه از گل از اونجا برداشتن، بنابراین وقتی 5000 تا زنبور اومدن دیدن از گل خبری نیست، برمیگردن به کندو، اون زنبوری رو که آدرس داده میارن تیکه تیکه میکنن، یعنی دونه دونه میافتن به جونش، میکننش تا نابود بشه بره. برای اینکه کندو تحمل اشتباه نداره، اونجا اصلا در این زمینه شوخی نداره. یا فرض بفرمایید همین زنبور عسل وقتی بحث غریزه هست، سه روز قبل از اینکه ملکه بخواد باردار بشه، خبر میشن زنبورای نر که ملکه آماده بارداری است یا باروری است، و در نتیجه زنبورای کارگر میرن از بهترین عسلهایی که درجه بندی است در همه کندوها، بهترین عسلها رو میرن به این زنبورای نر میخورونن، اینا همچین بخورن، بعد حتی دست و پاشون و بالا اینا رو تکون میدن، یعنی ماساژ میدن، اینا رو قوی میکنن، و سه روز بعد وقتی ملکه مستقیم به سمت آسمان میره، تمام زنبورای نر دور برش دنبالش میرن، همه میرن تا بمیرن، آخری که میمونه چون زنبور ملکه مواظبه با او در هوا آمیزش میکنه که اونم نابود میشه، بر میگرده و حالا بارور شده. این غریزه است. یعنی شما تصور، اولا موجب مرگ همه زنبورهای نر میشه. من مطمئنم بسیاری از خانمها خوشحال میشن که حداقل اینی که دنبال ملکه هست بهتره که بمیره، ولی همه شون از پا در میاد و بنابراین ملکه میاد و حالا زنبور کارگر و زنبور نر رو توی تخمایی که میذاره تفکیک میشه که از اول هم نقش و کارشون باشه. وقتی شما راجع به غریزه صحبت میکنی، یه مکانیزم است که خودکار، ناآگاه، مسلط، خادم نوع نفرد، و بعد متوجه هدفه، و این مجموعه وقتی که به این گونه تعریف بشه در انسان غریزه وجود نداره، یعنی چیزی به اسم اینستینکت بر اساس تعریفی که ما در حیوان میشناسیم وجود داره. فرض بفرمایید در حیوان غریزه جنسی است، یه حیوان اولا در یه دوره اینو پیدا میکنه. ببینید تنها موجودی که رابطه جنسی رو تمام سال داره و بچهش تمام سال متولد میشه، یعنی تو ژانویه، فوریه، جولای، آگست، فقط کودک انسانیه، و الا حیوانات درست بر اساس اصل غریزه یه دوره ای داره، از حتی یکی دو ساعت شروع میشه در برخی از نهنگ ها تا میرسه یه حیوانی که مثلا یک ماه، فصل باروری و بارداریش، و در اونجاست که رابطه جنسی وجود داره. بنابراین شما وسط میان مثلا دوتا سگ یا گربه در اون مرحله که وارد مرحله هیت نشدن تمایل جنسی نمیبینید و رابطه جنسی وجود نداره. تغییراتی پیدا میشه بر اساس اصل غریزه که این حیوان برای یه مدتی درگیر این میشه، و در حیوانهای ماده معمولا چارپایان به این صورته، یا در خصوص سگ یا گربه به این صورته که وقتی که درگیر رابطه جنسی ماده شد و باردار شد، غریزه جنسی از بین میره، دیگه تمایل به رابطه جنسی بعد از اون نداره.
علتش هم این است که با بارداریش اون سیستم خاموش میشه، در حالی که در حیوان نر همچنان این میل وجود داره. و همینجاست که یه تفاوتی حتی بین انسان و سیمپیسی مغز انسان و زن وجود داره که حالا بعدا اگر فرصتی شد بهش اشاره خواهم کرد. پس بنابراین ملاحظه میفرمایید که وقتی که شما وارد حیوان میشید، شما چیزی به اسم غریزه حیوانی دارید و در غریزه حیوانی تقریبا اصولی جز مسئله سروایول و زنده ماندن مشاهده نمیشه. ولی وقتی شما میرسید به انسان چی رو میبینید؟ در انسان گفته شده سه تا کشش، کشش طبیعی یا به قول دکتر باقر هوشیار سائق یا سائقه با سین همزه قاف و هی حوز، سائق یا سائقه وجود داره که این سه تا، یکی سائقه اشتغال، انسان یه موجودی است که همیشه باید به نوعی مشغول باشه، به ویژه در ذهن، اینی که همه آدما همیشه دارن فکر میکنن یا خیال میکنن یا هر چیزی. دوم سائقه حفظ جانه، یعنی کشش حفظ جانه، و یکی سائقه جنسیه، سکچوال درایو. بنابراین ما نمیگیم سکچوال اینستینکت، ایتس ا سکچوال درایو. به همین جاست که یه آدمی میتونه به راحتی یک ماه، یک سال، پنج سال رابطه جنسی نداشته باشه، در حالی که و این بر اساس انتخابش، نه که میل نداره. حتی میتونه خوابهای به هر حال جنسی ببینه چون بدن احتیاج داره و اون ارضاء جنسی در حد ناقصش صورت بگیره. ولی یه فرد میتونه به دلیل باورهاش، اعتقاداتش، نظری که داره در یه رابطه شما همچین چیزی تو حیوان نمیبینید. یعنی اونا وقتی که این سائق یا سائقه حرکت کنه میاد، درست مثل فرض کنید یه عمل طبیعی، نه غریزه، خوابه که من شما این مدتی میتونیم مقاومت کنیم، بعد از این مدتی کنترل از دست ما خارج میشه و ما میخوابیم. ما در اونجا مجبوریم، تکرار میکنم این غریزه نیست، ولی این یه عمل طبیعی است که در انسان اتفاق میفته. این در خصوص سائقه فرض بفرمایید که جنسی نیست، در خصوص سائقه حفظ جان هم نیست، آدم حتی خودشو میکشه. یعنی ما حتی درست برخلاف اون چیزی که کشش و درایوی که ما داریم اتفاق میفته. به همین جاست که فروید معتقد بود، این حرفو فروید متوجه شد که در مقابل غریزه حیوان یه راه بیشتر نداره، ارضا. ولی انسان در مقابل غریزه سه تا راه داره، یک ارضای که سیستم از تعادل برقرار میشه و به همین جاست که لازم و مهم و مفیده، به همین جاست که میان انسان بزرگسال رابطه جنسی توازن و تعادل در حقیقت بار فیزیولوژیک رو، بیولوژیک رو، ژنتیک رو، بیوشیمیایی رو، مغناطیسی رو، الکتریکی مغز رو برقرار میکنه. رابطه جنسی به همین جاست که هفته دو یا سه بارش به صورت یه ضرورت است برای انسان بزرگسال. یک ضرورت، یه ضرورته برای که سیستم رو از تعادل برقرار کنه. در چه محدوده سنی؟ از که بین از وقتی بلوغ شروع میشه که دو سال بعدش تا زمانی که فرد این تمایل رو داره، مثلا فرض کنید 60 70 سالگی، بس ببینید که شما کجای دنیا هستید. یعنی این به صورتی است که برای ایجاد تعادل و توازن لازمه و الا ما رو گرفتار اشکال می‌کنه. حالا عرض می‌کنم ببینید، اولین راه ارضائه که این از همه سالمتر و بی‌خطرتره. دوم سرکوبه که ما را اون تمایل رو در خودمون سرکوب کنیم، حتما موجب اختلال روانی و بیماری روانی میشه. و ببینید که بسیاری از فرهنگ، از جمله فرهنگ خود ما، به خاطر سرکوب تمایلات جنسی، موضوع رو کثیف و نجس و حیوانی و شهوانی و اینا در آوردن و ازش راجع بهش این گونه صحبت کردن که یه حال بدی و وحشتی رو در آدم‌ها به وجود میاره، شما موجب بیماری روانی میشید. حتی بیماری هایی که به صورت فرهنگی خودشون نشون میده، حسادت ها، رقابت ها، بدجنسی ها، غیبت ها، تهمت ها، یعنی شما اینا رو، یا تعارفات بیش از حد که حالا فرصت شد درس کنم، یعنی شما وقتی که تمایل جنسی انسان ارضا نمیشه، انسان دست به مانورهای بیمارگونه میزنه و اون وقت است که حسودی از همینجا پیدا میشه، عدم امنیت از اونجا پیدا میشه، کینه توزی و بدجنسی و یا در حقیقت کوچک کردن و تحقیر دیگران از اونجا شروع میشه. غیبت اصلا ریشش به نظر میرسه ناشی از عدم ارضای تمایلات جنسیه که اینو میشه به مقدار زیاد نشوند. اما فروید متوجه میشه یه راه سومی هم هست، معتقد است که یک تمایل جنسی در انسان رو میشه منع کرد، نه سرکوب کرد، منع کرد و بعد به راهی انداختش که از نظر اجتماعی پذیرفته شده است و این یکی از اون 15 تا مکانیزم های دفاعی یا به اصطلاح
دیفنس مکانیزم های فروید که تنها مورد مثبت بهش که سابلیمیشن که در زبان فارسی ترجمه شده والایش یا تسعید، یعنی من میلی رو که در درون هست، نیرویی که در درون من هست، مثل آبی که آمده اینو پشت سدی میذارم و ازش استفاده میکنم، نه اینکه بذارم مثل رودخانه بیاد همه چیزو ویران کنه یا مثل سیل و بره. بنابراین فروید اسمش بذاره سابلیمیشن، یعنی معتقده و حرف درستش اینه که منع تمایل جنسی در انسان که تو همچنان غریزه میبینه، برای که این تفکر زمان فروید نشد، منع غریزه جنسی از در فروید در انسان و بعدن اووردنش به راهی که ما ازش بتونیم به جنبه ظریف و لطیف برسیم، موجب به وجود اومدن فرهنگه. هنر از اینجا میاد، انواعش، علم از اینجا میاد، حتی از در اون مذهب از اینجا میاد، یعنی شما همه رو میبینید. و بعد شاهکار فروید در اینه که میگه عشق سابلیمیشن یا والایش میل جنسی است، یعنی وقتی میل جنسی انسان به ظریف‌ترین لطیف‌ترین صورت خودش در میاد و به اوج انسانی حتی به نظر من اخلاقی خودش برسه، میشه عشق. و به همین جاست که شما در رابطه یه زن و مرد عاشق دو چیز متضاد رو میبینید، یعنی از یک طرف فقط او رو خواستن و همه چیز رو با او خواستن و از جانب دیگه آماده بودن برای که تو رابطه جنسی نداشته. علتش همین است که عشق والایش اون تمایل جنسی. و به همین است که به نظر من این تعریف تعریف عمیق و سنگینه. باز به همین جهت است که حرف دیگر فروید عمیق و سنگینه، میگه فرهنگ یا کالچر به هزینه جنسیت ساخته شده، یعنی به دلیل ممنوعیت و محرومیت جنسی است که انسان به بیراهه ها رفته و از اینجاست که هنر، ادبیات، مذهب، هر چیزی که شما ساخته و پرداخته انسان میدید رنگ و بوی او رو داره و همه جا خودش رو به گونه‌ای نشون میده و تأثیرات داره که حالا تو صحبت بعدی میشه بهش اشاره کرد. بنابراین وقتی به مبحث غریزه میرسیم، تکلیفش در خصوص انسان و حیوان از نظر من روشنه. من باور به این ندارم، نظرم در حدی که جهان علم رو میشناسم این نیست که انسان اصلا غریزه‌ای داره. انسان سکشوال درایو داره، مهمترینش انسان نیاز جنسیه که قبلا با حضورتون در موردش با هم صحبت کردیم، که اون پر قدرت ترین هست. علتش هست که در مغز کودک در دو سه ماه آخر میبینیم قوی ترین قسمته که با چیزای مهم دیگه در آمیخته و در تمام طول عمر ما به عنوان مرکز اصلی و فعالیت، غیر از در آدم سالم بین 6 تا 12 سالگی که تو مرحله کمون و خاموشی میره که فروید بهش اشاره میکنه. و این حرف درستی است برای بچهای دبستان و از یه بیکبار اونا رو بهشون فرصت میده در یه زمینه دیگری پارو برو بسرا بالا پر پیدا کنن و قبل رو که با ماجرای خود ارضایی و بعدن توجه به پدر مادر اینا همراه بوده اونا رو بتونن ببندن. نکته آخری که مایلم خدمتتون عرض کنم این هست که مطالعات که ابتدا روی غریزه میشد میخواستن ببینن کدام غریزه در حیوانات، در خصوص انسان که نمیتونستن، قوی تره. و بنابراین می آمدن حیوانی رو هم گرسنه میذاشتن، هم تشنه میذاشتن، هم از بچهش دورش میکردن، هم در وقتی بود که تمایل جنسی داشت که برخی از اوقات کار ساده ای هم نبود، بعد همه رو وسط میذاشتن ببینن حیوان به کدوم سمت میره. حیوانات مختلف انتخابای متفاوت میکردن، حتی یه حیوان انتخاب متفاوت میکرد. بعد متوجه شدن از نظر علمی این کار درست نیست، آمدن این کارو کردن، گفتن ما یه حیوانی رو همه چیز بهش میدیم اما بچهش رو ازش دور میکنیم، بعد غذا رو ازش دور میکنیم، بعد آب رو ازش دور میکنیم، بعد جفتش رو ازش دور میکنیم. حالا اون رو توی مسیری قرار میدیم که شوک الکتریکی بهش بده. بگذارید ببینیم کدام این موضوع براش مهمتره که شوک بیشتر رو کجا حاضر تحمل کنه و به دنبالش بره. اولا دیدن همه حیوانات یه جور عمل میکنن، هر حیوانی هم یه جور عمل. اولش تشنگی بود، بعد گرسنگی بود، بعد معمولا بچه بود، بس به دورانش بود، بعد رابطه جنسی. بنابراین تو حیوانات تقریبا تکلیف روشن شد که موضوع اصلی و اساسی تشنگی است. البته از نظر علمی میشه این بحث رو کرد که وقتی شما تشنه اید، سیستمتون طوری است که تمایل جنسی رو در شما هم خشک میکنه. وقتی شما تشنه اید، ای بسا اصلا مسئله بچه‌تون منتفی میشه. ولی به هر حال تو حیوانات در حدی که مطالعات اجازه میده به این نتایج رسیدن. نتیجتا موضوع غریزه، نتیجه بگیرم، یه مکانیزم خودکار ناآگاه مسلط متوجه هدف متناوبی است که خادم نوع و نفر که سازگاری موجود رو با محیط اطرافش فراهم میکنه. و این در خصوص انسان به این گونه نیست و به همجاست که ترجیح این است که از درایو یا کشش های طبیعی یا سائق و سائقه‌ای که عرض کردم نام ببرن. و امروز گفتگو درباره این هاست
و در مقابلش هم برخلاف غریزه که ایوان یه راه بیشتر جز ارضا نداره و الا آسیب میبینه تا تموم بشه اون دوره، در خصوص انسان اون سه تا راه در مقابلش هست. و به همین که اگر شما صحبت‌های من رو بشنوید، من هیچ وقت درباره غریزه انسانی حرف نمیزنم، چون به این نتیجه رسیدم که این گفتگو تعریف درستش و تفکیک درستش چنین. خب دکتر، اگر در انسان معتقد به غریزه نیستیم، اون نیرویی که شما به ازش به عنوان درایو دارید یاد میکنید، میشه در مورد اون بیشتر توضیح بدین؟ یه نیروی مسلط غالبه، درست مثل این که من و شما در عرصه‌های مختلف در اون سه تا زمینه اصلی اشتغال، عرض کنم حفظ جان و تمایل جنسی، یعنی یه نیرویی که من و شما رها نمی‌کنه. درست مثل که من و شما هر جا بریم، الان فرض کنید به شما بگن که فردا شب مهمان دارید، شما بلافاصله فکر کنید که خب باید خونه مرتب باشه، غذا هم می‌خواید، یعنی به چیزی است که لازمه یه مهمانی است. و بنابراین من و شما که صبح بلند میشیم، خود اینا ممکنه خودشو نشون بده، ولی راههایی که برای رفع و ارضای اونا انتخاب کردیم کارشو درست کنه. فرض کنید از همون اول شما دوش بگیرید، یه دلیلش به خاطر اینکه جالب و جاذب باشید، یه دلیلش به خاطر اینکه مردم شما رو بپذیرن. خب دکتر، نسبت این نیروها چجوریه؟ این سه تا سائقه که شما بهش اشاره میکنید، حفظ جان، اشتغال و سکس، رابطه اولش جنسیه، بعد حفظ جان، بعدش اشتغاله. یعنی چی؟ یعنی نیروی جنسی در انسان قوی ترینه، یعنی سکشوال درایو بزرگترین عامل حرکت انسان. یعنی آدم ممکنه جانش رو به خاطر سکس به خطر بندازه بیش از جای دیگه. به همین جاست که ببینید جان بفرزند، قبلا تو صحبتی که در خدمتتون داشتم این نکته رو عرض کردم، مسئله مرگ و زندگی، مسئله لذت و درد، مسئله امنیت و آرامش با مسئله تولید مثل و سکس همه تو مغز در دوران آخریه جنین و در آغاز تولد همه با هم گره خورد. یعنی موضوع فقط مسئله جنسی نیست، مسئله مرگ و زندگی هم هست، مسئله لذت و درد هم هست، مسئله امنیت و آرامش هم هست، مسئله داشتن فرزند هم هست، و بعدش هم تمایل جنسی است. اینا تو هم گره خوردن. درست مثل این که شما بگید شرط این که من با کسی حرف بزنم که تلفن داشته باشه یا بتونم تلفنشو بگیرم، ولی چون تو بعضی جا با فرض کنید یه شهر دیگه حرف بزنم، تلفنشو میخوام. و اینا تو هم گره خوردن. و به همجاست که موضوع رابطه جنسی، موضوع رابطه جنسی، چون ببینید یکی از اشتباهات بزرگی که بسیاری از این مردمان کمدان میکنن این که بگن رابطه جنسی برای خودش چیزیه و میتونه با لذت و درد همراه نباشه، یا میتونه با امنیت و آرامش در ارتباط نباشه، یا میتونه مسئله فرض کنید تولید مثل یا مرگ و زندگی همراه نباشه. اصلا هرگز چنین نیست، اینا تو هم گره خوردن. مثل که اصلا بفرمایید من میخوام زنده بمونم ولی نمیخوام غذا بخورم. همینجا پس رابطه جنسی با یه فاحشه تولید مثل توش نیست، بقا هم توش نیست، یعنی خیلی چیزا توش هست، لذت توش هست، احساس شاید امنیت و آرامش نسبی که برای به هم خوردن تمایل هست، در این حال رابطه جنسی به خودی خودش هست. به همین جاست که آدم ها به درجات مختلف، درست مثل که آدم ها به دلایل مختلف کار میکنن، به دلایل مختلف با شما حرف میزنن، به دلایل مختلف رابطه جنسی برقرار میکنن. به همین جهت هست که بنده بارها عرض کردم روزی که یک زن و مرد همدیگر رو دوست دارن و عاشق همن، با هم درگیر رابطه جنسی میشن، هیچ رابطه ای از این پایه ژنتیک تر و بیولوژیک تر و فیزیولوژیک تر و نورولوژیک تر و روانی تر در جهان نداره. هیچ خوب. یعنی هیچ رابطه دیگری، شما بگید رابطه من با فرزندمه، رابطه من با آدمای دیگه است، نه. در چند درصد شما طرفدار درصدها هستین؟ چند درصد آدمها در این موقعیت قرار میگیره؟ هر کسی که عاشق باشه رابطه جنسی باشه، هر کس نیست هیچ. مثل اینکه شما من بفهمه چند درصد از آدم ها آواز به زبان ژاپنی میخوان، ژاپنی بلد نیستن؟ نیستن. نشد. دکتر شما از یه طرف میگید که علم امروز علم درصد هاست، از یه طرف من وقتی ازتون میپرسن من چه میدونم که چند درصد مردم من نمیدونم شما چطور منم نمیدونم نه اجازه بدید من نمیدونم چند درصد مردم عاشق چند درصد مردم راضی چه جوری هیچ پروژه هیچ تحقیقی در این زمینه که شاخصهای تعیین کنن اینا معیار عشق باشه؟ خب آخه یه مقدار سر تعریفش من سر اسپرم زوم خیلی شاید نمیدونم و حقیقتش اینه که شاید کسای دیگه بدونن، من نخوندم. یعنی حتما آدما هستن که رفتن ببینن چند درصد مردم مثلا تا 30 سالگی عاشق شدن، و حتما مطمئنم اگه دوستان دنبالش برن میتونم برای شما لیستو بفرستم. خب این عشق و این ویژگی که شما میگین
که میگید که اینا همش مثل یه مجموعه سیمپیچی پیچیده است. دقیقا. که هم به پیچیده، یعنی در هم پیچیدن کاملا، ولی هر کدوم فانکشن خودشون رو در این حال دارن. ولی هر کدوم از اینها را اگه تو بهش نرسی اون یکی هم آسیب میبینه بدون تردید. شما بیاد به من بگید امنیت و آرامش ندارم، میگم حتی مرگ و زندگی رو شما زیر سوال میبرید. شما من بگید لذت از زندگی من نمیبرم، کل سیستم به هم میریزه. شما من برگردید بگید برای من فرض کنید مسئله رابطه جنسی اهمیت داره، میگم مریضید. ببینید شما بیاد به من اینو بفرمایید، بگید یه آقای رو یا خانمی رو من میشناسم که تمایل جنسی نداره، بهتون میگم 100% مریض بوده و اگر این وضع ادامه پیدا کنه مریض‌تر هم میشه. برای که پس رابطه جنسی یک مسئله پایه‌ایه در ادامه حیات انسان. بدون تردید. شما ببینید تو حیوان نگاه کنید و تو گیاه نگاه کنید. گیاهی که نتونه تولید تکثیر کنه نابوده، حیوانی که نتونه نابوده در انسان هم هست. شما بیاد رابطه جنسی رو قطع کنید، نسل بعدی نخواهد بود، اصلا انسانی نخواهد بود. یه پرسش دیگه. با این ترتیب وقتی که ما هنوز به سوژه برنامه نرسیدیم دکتر، با این ترتیب یکی از عواملی که مرگ رو سبب میشه پیری نیست و از کار افتادگی جنسی نیست؟ زجش رو ازگرد کنم، عکسش رو بگید. شما من بگید یه آدمی تمایلات جنسیش رو به درستی ارضا نمیکنه، آیا زودتر مریض میشه و میمیره؟ بله. شما الان بیاد اصلا موضوع جور دیگه نگاه کنید، شما بیاد بگید که یک کسی علت اینکه در تمایلات جنسی نداره به عنوان یه مرد تستوسترونش کمه، تمایل جنسیش کمه، رابطه جنسیش کمه، مثلا زیر 300 200 150، من به شما میگم این واسه 10 سال زودتر میمیره. برای که این موضوع در تحلیل نهایی یه موضوع یه سیستمه، درست مثل که شما من بگید یه هواپیمایی تو آسمونه که میخواد فرض کنید 100 کیلومتر یا مایل بره، بنزین برای 80 کیلومتر یا مایل داره، خب تو هوا بمونه بی بنزین میشه، سقوط. یعنی شما اگه من این پرسش رو اینجوری مطرح کنم یا این استیتمنت رو بگم که طول عمر ارتباطی با داشتن رابطه جنسی خوب داره؟ بدون تا مثل با تغذیه، مثل که با آب خوب، با هوای خوب، با ورزش. یعنی شما نمیتونی یه بخشی از ارگانیسم خودت رو تعطیل شده انگار کنی و سعی برای فعال بودنش نداشته باشی و انتظار داشته باشی که فقط با غذای خوب و آب خوب تو از مجموعه سلامت یه سیستم است که شما درست میگی که اگر ویتامینا ویتامین دی یا ای رو نخورید میمیرید. و به همجه است که دوستانی که کشیشا اونجا به کسی بر نخوره، وقتی سراغ زنانه رفتن برن رفتن، دوم که مستر بیت خود ارضایی کردن، سوم وقتی کم آوردن فرن سراغ بچه ها، خب فاجعه رو درست کردن تو اروپا و امریکا. خب برای اینکه کار غلطیه. حرف نیچه فوق العاده حرف جالبی است در چنین گفتارش، میگه بدبختی انسان از اون روزی شروع شد که امور طبیعی رو خواست چه غیر طبیعی جلوه بده. ما گرفتاریم الان تو ایران چیه؟ یه داستانی از ماجرای زن و مرد درست کردن که هیچ جنبه و جلوه ای از مسئله علم و عقل و واقعیت و انسان و اخلاق و به نظر من روحانیت و خدا نداره. ما از طرف همه بندگان خداییم، ولی یه دمون بندگان در جایی که میدونی بندگان درجه دو، در جایی که رابطه جنسی مقدور نیست، چون شما دارید این رو به عنوان یه اصل پایه دارید رایم. قرارش میدید، خودارضایی میتونه جانشین بشه به مقدار زیادی. به همین جاست که خودارضایی جنبه فیزیکی و مکانیکی مسئله رو حل میکنه. یعنی درست پسیمونی که هستاری به من بفرمایید، من با در یه آرامشی و با چند تا به اصطلاح یار موافق غذا نمیخورم، تنهایی نشستم دارم یه غذای ساده مقدماتی میخورم، ولی کار خودش رو از ذره رفع درد شما، نگهداری شما، نمردن شما میکنه، اما غذای ای بسا کم یا ناقص. به همین جهت که خودارضایی بسیاری از زمینه‌های فیزیکی و مکانیکی بدن رو درست کنه. به همین جهت که آدم میرن خودارضایی میکنن، میرن دنبال کارشون، قبلش با مشکل مسئله روبرو بوده، بعد اشکال کار اینه که اگر زیاد این کارو بکنن بعدا دنیای تخیلیشون جای دنیای واقعی رو میگیره، کار دستشون میده. و الا به همین جد است که شما من بفرمایید که یه آدمی به دلایلی امکان نداره رابطه جنسی داشته باشه، معرفم این است که راه حل دوم چه؟ خودارضایی. حداقل قسمتی از این موضوع رو حل کنه. درست مثل این که بنده نمیتونم یه شعر ناب بشنوم یا یه موسیقی خوب، حداقل با یه شعر پرت و پلا. یعنی اگر یاری ندارید که در کنارش آرامش بگیرید، اگر پول ندارید که آرامش رو بخرید، لااقل با خودتون و رفتن به ادامه بخشی از سلامتتون در حال کنید. از راهی مجانی و در اختیار
شما مقداری احتراز نکنید. نه. درست به دعا پناه نبرید، یعنی جانشین نکنید. نه اون کار نمیکنه. دعا اگر کار میکرد کارش درست بود. ببینید جان به فروزن بدن ما یه مکانیزمی داره. شما روزی که گرمتون میشه بدنتون چه میکنه؟ آب میزنه به خودش عرق میکنه. برای که میگه نمیتونم گرما رو تحمل کنم. روزی که شما سردتون میشه شروع میکنه حرکت کردن، میلرزید برای که بدن رو گرم کنید. مکانیزمای طبیعی وجود داره برای ایجاد یه توازن و بالانس. اینجا هم اون مکانیزمه. همینجاست که بنده هیچ دلیلی نمیدم که در شرایطی که امکانش نیست فرد این کار رو یه پدیده بد و منفی بدونه. اشکال کار ما اینه که ما در تصور و تخیلی که آدم ها برای برانگیختن و ارضای خودشون میکنن ممکن جای گفتگو داشته باشیم، و الا این مثل این است که شما من بگید همه همون باید همیشه مثل پدر مادر و خانواده با هم غذا بخوریم. ولی اگر یه نکته ای رو گفتین که بعد گفتید اگه بپرسید توضیح میدم. شما ازتون در مورد سیمپیچی مغز انسان و زن و مرد که توضیح فرمودید، ممکن یه توضیح مقدم بدین که بیشتر مفهوم بشه؟ ببینید جان فروزنده، اگر شما برای که این بیان خیلی مسئله رو بهتر روشن میکنه، شما وقتی به حیوانات مراجعه میکنید یا به هر حال به اونا توجه میکنید، میبینید در دورانی که به عنوان مرحله برانگیختگی جنسیشون هست، موجود ماده بعد از بارداری تمایل جنسی رو از دست میده در حیوانات. حیوانات بنابراین ماده دیگه به دنبال نر نمیگرده. قبلش زمینه رو برای این کار فراهم میکرد، به سمتش میرفت، ولی منتظر حرکت از جانب حیوان نر در بیشتر موارد میشد. ولی حیوان نر تا زمانی که این میل هست همچنان این ور اون ور میره، بعدم که کمی خاموش بشه هنوز بعدش هنوز یه مدتی فراموش نمیکنه و دنبالش میره. به نظر میرسه که چون مرد نمیتونه حامله بشه تا حدود این سیمپیچی هست، یعنی تفاوت سیمپیچی مغز اگه بشه اصطلاح به کار برد برای تمایل جنسی در زن و مرد کمی متفاوته. و به همجاز که شما در واقعیت هم این رو میبینید، البته مطلبی که اشاره فرمودید یه نکته دیگه هم داره، حالا عرض میکنم که یه مقدار خانوما یک خواهتر از آقایون هستن به نظر میرسه به دلایل طبیعی و مغزی. اما دو تا نکته دیگه مطرحه. یک، زن در رابطه جنسی باید به مرد اطمینان کنه. علتش هم خیلی روشنه. مرد در وقت رابطه جنسی با خارج از خودش ارتباط داره که نداشته. زن در حالی که باید بدن یه مرد رو، حالا نمیخوام بسرا، به درون خودش بپذیره، درونی که حتی خودش بهش دسترسی نداره. و این خیلی آدم باید به یه امنیتی و یه اطمینانی و یه اعتمادی برسه. یعنی چه کار... یعنی چه اعتمادی؟ منظورتون یعنی چیه؟ یه مرد با زنی که ارتباط برقرار میکنه از نظر روانی یا ارکشن یا تحریکی رو داره که در حالت عادی نداره. مرد داره اینو، مرد اینو داره، ولی زن باید یه مرد رو، حالت تناسلی مرد رو به درون خودش راه بده، به بدن خودش و به درون بدن. یعنی این تجاوز رو باید بپذیره؟ تجاوز نیست، این ورود رو. درسته اگر تجاوز باشه وقتی است که نمیخواد، ولی به همین جهت است که بزرگترین شرط یعنی ذهنی زن که مرتبط با همون بحثی که از نظر مغزش که مسئله امنیتشه، یعنی باید احساس امنیت، باید با مرد احساس امنیت بکنه تا بتونه خودش رو رها کنه. و همینجاست که چند تا پیامد به دنبال خودش داره. غالب اوقات همچنان یه مخالفتایی داره. غالب اوقات بعد از تمام شد، یعنی ترجیح میده که زودتر تمام شه. یعنی اینا به طور کلی به صورت یه مجموعه است، نمیخوام بگم راجع به همه، ولی درصد بیشتری است. یعنی این رو شما میتونید ملاحظه بکنید، چون اصولا سیستم زن و مرد متفاوته. بگذاریم از اینکه تازه کنارش چیه، خطر آسیب به زن هست، به مرد نیست. مثلا وقتی تناسبی بین اونا، خطر حاملگی وجود داره برای مرد، بعد از رابطه جنسی خطری وجود نداره. یعنی همه اینا دست به دست هم میده که همون چیزی که در حیوانات هست، که تقریبا همه جا حیوان نر دنبال حیوان ماده میره و اون میگریزه ولی میسته. به همین جهت که شما مقاومت‌ها رو میتونید ببینید، یه مقدار جنبه بازی و شوخی داره تو خصوص، در خصوص زن هم همینه، ولی شما همچنان میبینید که این مرده که دنبال زنه نه زن. بذارید اگر همیشه این مثال عرض کردم، مطمئنم یه دیم بحثی دارم، ولی بذارید یه نگاه کلی بکنیم. اگر یه مردی در خانش بیسته، خانم‌ها رد میشن بگه بفرمایید تو، ای بسا هیچ کس نیاد. ولی اگر یه زنی بیسته و شرایط عادی باشه، خیلی از مردان، نمیخوام بگم همه، حتما یه دهی نه، ولی میرن تو. پس بنابراین زن برای به دست آوردن یه مرد از نظر جنسی مشکلی نداره. همه جای دنیا اینه. یعنی زنی بخواد با مردی رابطه داشته باشه، در خیلی بر روش بازه. در حالی که این مرد بخواد، غالبا جوابش منفیه.
دوم، مرد در رابطه جنسی معمولا خیلی راحت تر، مگر کسی که آسیب دیده ارگازم کلایمکس داره، خانوما به مقدار زیادی ندارن. فروید یکی از اون کسانی بود که در دوره او، از اونجا که زنها همچنان در اروپا جواب نه و منفی به شوهراشون میدادن و اصلا نمیخواستن این پیام بدن که من از رابطه جنسی لذت میبرم و باش خوشحالم، که فکر کنم بحثشو قبلا هم داشتیم، جواب منفی میدادن، بسیارشون اصلا اورگازم و کلایمکس نداشتن یا اگر داشتن ابراز نمیکردن. یعنی اون نقطه اوج که بر اساس آنچه که امروز میدونیم زن و مرد هر دو باید داشته باشن و میتونن داشته باشن و خانوما نداشتن، تا اونجایی که فروید اصلا به این نتیجه در اوایل رسید که زن که تمایل جنسیش به ارگازم منجر میشه، این باید در حقیقت نوعی هورمون مردانه داشته باشه، لیبیدو در او باید قوی باشه که مرتبط است به هورمون مردانه، و الا زن عادی فقط به صورت منفعل در مقابل مرد قرار میگیره. و این همون چیزی است که شما حتی از طریق نوع قرار گرفتن زن و مرد در رابطه جنسی به صورت عادی و طبیعی میبینید، که یکی دست برتر رو داره. خب آیا با این ترتیب خودارضایی در زنان بیشتر نیست؟ در زنان اگر باورها و اعتقاداتشون مانع نباشه، اگر تو محیط اجتماعی به صورت بد و زشت و زننده نباشه، به همون اندازه مرد است. ولی باز مثل درست رابطه جنسی که آقایون بیش از اونی که دارن میگن، خانما کمتر از اونی که دارن میگن، ما یه تفاوتی رو میبینیم. البته این تفاوت یه جایی هم هست تو همین موردی که عرض کردم، ولی شما ببینید باز به نکته دیگه توجه کنید جام فرزنده. اگر امشب در شهر لس آنجلس، چون با خودش که امنیت داره، رایت و به همجاست که عرض کردم، ولی آخه مهم اینه که غالب اوقات اون رو بد و منفی میدونن، برای که به طور کلی اگر عرض کردم در شهر لس آنجلس امشب 1000 تا مرد رابطه جنسی داشته باشه، اونورم 1000 تا زنه، با این تعداد همیشه برابره. این فرض که مردا خیلی بیشتر رابطه دارن با کی؟ آخر کار تعداد برابره و پراستیتوت یا روسپیگری هم مشکل حل نمی کنه، برای که فقط 3% در امریکا از اون طریق که روسپی و پراستیتوت هست رابطه جنسی پس پیران. برای ماجرای زن و مردیست که در مقابل این رابطه داد و ستد مالی مستقیمی ندارن، حالا غیر مستقیم یه قصه دیگریست. نتیجتا اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، زمینه فراهم میکنه که زن در مقام مقایسه با مرد، مرد اولا دست برتر رو داره از نظر جنسی، از نظر قدرت. به همجاست که شما اگر 1000 تا ریپ ببینید، 990 تاش این مرده که زن رو مورد تجاوز جنسی به زور یا به عنف قرار میده، عکسش هست ولی خیلی خیلی کمه. به همجاست که حتی شما نگاه کنید در محیط‌های اداری بحثی که درباره رابطه جنسی میکنن چیه؟ بحثی درباره رابطه جنسی میکنن مسئله قدرته، power. یعنی به همجاست که موضوع سکچوال هراسمنت توی محیط‌های مثلا اداری و کاری از جانب قدرت، شما اگر معلوم بشه کارمند زیر دست هستید، یه زن رئیس شماست و شما کارمند زیر دستید، سکچوال هراسمنت من فکر نمی‌کنم جایی داشته باشه، برای که ماجرای قدرت از نوع مرد نمیتونه این باشه، مگر اینکه از نظر فیزیکی غلبه کنه. در حالی که اگر رئیس یه جایی مرد باشه، رابطه داشته باشه، ماجرای سکچوال هراسمنت به خاطر قدرت. یعنی سیستم ها، حالا به هر حال نمیدونم قانون تا چند روزه واقع بینانه عادلانه منصفانه حرکت کرده، ولی به هر حال میشه فهمیدش که در بسیاری از موارد هم درسته. به همین جهت است قانون اساسش جزئیاتی بهتر من می‌دونید مشکلاتی بود که در نیروهای مسلح آمریکا وجود داشت و بر اون اساس به وجود اومد، برای کاهش مسئله سکشوال هراسمنت در ارتش و نیروهای مسلح. بدون تردید اون نقشی داشته، ولی نقش بسیاری از زنانم که وارد محیط کار شده بودن و در نتیجه ماجرای کارشون و ترفیعشون با اون مرتبط بودن مسئله بود. بعدم به هر حال گروهی در امریکا به عنوان زنان هم آگاه هم بدن فمینیستا به راه افتادند و قوانین رو تو اون مسیر بردن که برخی از اوقات هم در یه زمینه‌های تند است و قابل قبول نیست. مثلا فرض کنید بزرگترین جایی که آدم ها با هم آشنا میشن ازدواج میکنن محیط کاره، محیط کار اوله. بنابراین اگر شما به 1000 تا فرض بفهمید ازدواج در امریکا برسید، بیشترینش مال محیط کاره، ولی در این حال شما محیط کاری درست کردید که هر نوع ایجاد نشان و علامت جنسی به عنوان مجازات بریم مورد مجازات سخت و سنگینه، در حالی که تو خیابون یا تو رابطه عادی اصلا هیچه. یعنی شما روزی که تو محیط کارتون دست به چنین کاری میذارین، اصلا وارد یه حریم ماجرای پیچیده میشید. بسیار که. در حالی که اگر همین دختر خانم یا آقا پسر توی پارتی، توی مهمونی، تو خیابون، هر جا
نه محیط کار، با هم آشنا بشن هیچ وقت نمیتونه میگه این از من استفاده سو استفاده کرد از اوبیجی. محیط کار یک قصه دیگری داره. عرض کردم، بازم تکرار میکنم، چند روزه این قوانین با شدتی که از عادلانه است، واقع بینانه است و مجازات ها جای گفتگو داره، ولی به هر حال مسئله اونجا مطرح است. هدفی که دارم این است که مغز اولا بین زن و مرد متفاوته، ولی بعدا شرایط زندگی زن سبب میشه که در جهت تنوع پرستی که موضوع بحث ماست خیلی بیشتر مواظب و مراقب باشه. این دست باز رو حالا نرسیم به تنوع طلبی، برای اینکه فکر میکنم اگه وارد اون بحث بشیم ناقص میشه. دکتر ببینید، یه اشاره شما کردید، یک تکسی هم بیننده فرستاد. در یک مرحله از زندگی جنسی به خصوص در مردان این مسئله هست. شما میدونید مردا بعد از سن 50 سالگی و 60 سالگی و اغلب دچار یه عارضه میشن به نام پروستات، و پروستات در بسیاری از موارد سبب میشه که مردان نتونن فانکشن بکنن، نقششون رو ایفا کنن نظر جنسی. و از اون طرف شما میفرمایید که این نیاز جنسی با مرد باقی میمونه. برای این نوع آدم ها باید چه کار کرد؟ یعنی این نقص باشون میمونه به نظر شما؟ خب ببینید جناب فروزنده، هر وقت که من و شما یه مشکل پزشکی پیدا میکنیم با خودش موانع و محدودیت هایی هست، از چشم من و شما گرفته یا بنده که باش مشکل دارم تا گوش آدم ها و هر چیزی. خب معلومه بدن من ترانه رو خوب نمیشنوم، آدم ها رو هم درست نمیبینم، برای این با اون خواهد آمد. در نتیجه معلومه که آسیب به جای دیگه هم میزنم. این روش هایی که به وجود آمده، مثلا فرض کنید که نصب بادکنک های مخصوص زیر آلت تناسلی، همینا کار میکنه، گذاشتن پمپ برای اینکه در موقع رابطه از اون استفاده کنن، آیا اینها کمک میکنه؟ حتما کمک کنه، برای که ببینید این داروهایی که همکتون برای بیشتر و بهتر کردن رابطه جنسی حتما کمک بزرگی است به آدمایی که مخصوصا احتیاج باید ازش استفاده کرد. حتما، هیچ دلیلی نداره. ببینید اینکه شما برانگیخته میشید و رابطه رو مایلید داشته باشید که به دلیل تغییرات بیوشیمیایی بدنتونه یا سیستم هست، حالا اگر یه سیستمی از کار افتاده، مصرف یه داروی چه اشکالی داره؟ چطور شده مصرف دارو رو برای هر گرفتاری یا بیماری میشه داشت اینجا هم باید داشت؟ من دلیل نمیبینم. یعنی ببینید، ما قرار نیست که وارد بحثای ارزشی اخلاقی که اصلا نیست ارزشی بشیم، مگر اینکه از قبل پایه موضوع رو روشن کنیم. و الا شما من فرمایید زن و شوهری با هم ازدواج کردن به دلیل آسیب فیزیکی یک یا دو طرف تمایل جنسیشون کم شده یا تواناییشون برای رابطه جنسی کم شده. اگر یه مکانیزمی وجود داره که از نظر پزشکی مشخص شده که مفیده و کار میکنه، چرا نکنن؟ مگر من و شما عینک پستالی نمیزنیم برای که بهتر ببینیم؟ کی میتونه جلو شما رو بگیره؟ با چشم طبیعیتون چرا نمیبینید؟ حالا نمیبینید نبینید، خب من راهی دارم عینک بذارم. پس بنابراین استفاده از حتی این وسایل برای زنان که به مرد دسترسی هم ندارند امر طبیعی باشه. مثلا فکر نمی کنم، باز عرض کردم جناب فروزنده، مادام که از نظر علمی و پزشکی هست و چیز خراب، شما من بفرمایید مواد مخدر مصرف کنم، من باش بحث دارم. شما من بگید که مثلا باید یه آدمو شکنجه کنه تا تحریک بشه، من باش بحث دارم. ولی شما من بفرمایید یه آدمی مثلا به دلیل همین پروستات یا بیماری قند، مکانیزمی که باید کار بکنه کار نمیکنه، در نتیجه شما در اینجا اگر یه راهی پیدا بشه که بتونن کار بکنن، برای چی نکنید؟ شما در اینجا با یه گرفتاری و بیماری روبرو هستید که راه معالجه ای داره، چرا نه؟ مثلا تعجب میکنم چرا برای یه عده‌ای، ببینید هنوز یه بار منفی داره که اگر ما تمایل جنسی نداریم یا اگر آمادگی جنسی نداریم مغازه رو تعطیل کنیم. چرا؟ شما با دندونتون این کارو میکنید، با چشمتون این کارو میکنید، با جهاز هاضمه‌تون این کارو میکنید، با کجا ما اگر عیب و ایرادی پیدا کردیم راهاش میکنیم؟ گفتگوهای ببخشید ساده لوحانه و برخ از خود خودخواهانه به نظر من بیمارگونه راجبه طبیعی و غیر طبیعی اینجا اصلا جایی نداره. شما دندون آدم رو نگاه کنید، بر اساس آنچه که میدونیم ای بس ها به گونه ای که طبیعت یا خدا دندون رست کرده، بعد از 40 سالگی کم تر کسی است که دندون در دهانش باشه. خب ما این درست کردیم، در 80 سالگی هم مردم دندونی دارن بهتر از 20 سالگیشون. خب چیکار کنیم؟ بعد میگیم دندون ازش استفاده نمی کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بگیم ما قرار نبوده تو هوا بریم، پس هوا رو نمیشیم و قرارم نیست که فرض کنیم با کسی از راه دور حرف بزنیم به ایرانه یا کسی تصویر ما رو ببینه در ایران، پس برابری ما جلو دوربینم نمیاد. خب اینا مثل همون داستان است وقتی مدارس دخترونه باز شد، برگشتن گفتن ای دخترها سواد یاد بگیرن، نامه عاشقانه برای مردم میفرستن، پس با جلوشون گرفت. هنوز دارن این حرفا رو میزنن،
هنوز این حرفا رو دارن توی افغانستان و به ویژه پاکستان میزنن. چرا به جنگ دخترها در مدرسه میرن؟ برای که فرضشون برای اینکه اگر بفهمن و بدونن ممکنه یه چیزایی بخوان که نباید بدونن. این نباید بخوان. این با این انحصار ما مردا است. اصلا شما با این بیماری ها و خودخواهی ها و نادانی ها چیکار میکنید؟ شما با نادانی، خودخواهی، بیماری که نمیتونید مسائل دنیای امروز حل کنید. و به نظر من هر نوع استفاده ای که در این چارچوبه، گفتم نه مواد مخدره نه شکنجه دیگری هست، که یه فردی بتونه در حقیقت کار کرده عادی و طبیعی رابطه جنسی رو داشته باشه باید فراهم باشه، دلیلی نیست که اون رو به همش بزنه. بنابراین از هر وسیله ای که در دنیای مدرن وجود داره به طور طبیعی یک فرد باید استفاده کنه تا این نیاز هم مثل نیاز غذاش و مثل نیاز حفظ امنیتش تامین بشه. شما اشاره کردید به زنان که مسئله امنیت در رابطه براشون بسیار مهمه. این مسئله امنیت که برای زن مهمه به نظر میسه هم سهل هم ممتنع تأمینش. یعنی یه مرد وقتی میخواد با یک زن کنار بیاد اول باید اعتمادش رو جلب کنه یا اول از نظر سکسی باید تحریکش کنه؟ والا هر دو تا البته بشه، ولی اگر اطمینان نباشه سیستم کار نمیکنه. یعنی از که شما به مطالعات نگاه کنید، وقتی که یه دختر شما نگاه کنید مثلا مطالعه‌ای که یه تحقیقی در ایران، چرا مثلا شاگرد یه مغازه با دختر اربابش که میتونست بزنه بکشتش یا توی خونه با هم روس بشن؟ برای اینکه به نظر دختره این بی خطر می آمد، حتی سرش هم جرأت نداشت بالا ببره و این لعنتی ها بودن که خیلی کارا می کردن. علت چه بود که دختر به این میتونست اطمینان کنه که این نه از توش چیزی در میاد، به فرمان منه، با میل منه. و به همین جهت است که معلومه اولین موضوع امنیته. شما اصلا به یه زن بگی تو امنیت نداری، ممکنه به خطر جدی بیافتی، تمایل جنسی نداری، برای که اصولا اون میل به این گونه در اون نیست. برای مرد برخی از اوقات نه. پس این امنیت زن رو به پنهانکاری جنسی بیشتر وادار میکنه؟ حتما. همه جای دنیا مرز کردم هست، هم به پنهانکاری هم کمتر خواستن، هم در ظاهر هم در باطن. به همین جاست که بسیاری از اوقات حرف این است که من باید به تو اطمینان کنم یا تو باید من نشون بدی عاشقتم یا اصلا بیای عشق اطمینان به وجود بیاره. 500 نفر 1000 نفر رو دعوت کنی که همه مطمئن بشه دیگه بعدا اون تضمین های این امنیت دقیقاً و معلومه. اصلا چرا به پدر مادرت نمیگی؟ چرا منو با خودت اینور اونور نمیبری؟ چرا منو به دوستات معرفی نمیکنی؟ یا در اینکه اینا همه نوعی گرفتن تضمینه دیگه که بیشتر از جانب خانم هاست و آقایون. پس بنابراین با توجه به اینکه این اگه این امنیت زن ایجاد نشه، زن محرومیت جنسی بیشتری رو میتونه تحمل کنه و میکنه، نه؟ اصولا چون ببینید یه نکته اشاره فهمیدید، زن یه سیستم داره که باید کار بکنه، مرد سه تا سیستم داره یا با هم کار نکنن گرفتاری است. به همجاست که اشاره فرمودید مثلا تو سنهای بالا زن فقط کافیست در حالت عادی باشه، آمادگی رابطه جنسی داره، مرد ممکنه به دلیل حالا پروستاد یا هر چیز دیگه و هماهنگی این سیستما با وجودی که تمایل داره ناتوان باشه. به همجاست که مسئله ناتوانی جنسی برای آقایون خیلی خیلی زیادتر از خانم ها اهمیت داره. خانم ها غالبا جنبه پزشکی یا مسئله گرفتاری روانی داره و الا یه زن در حالت عادی برای برقراری رابطه جنسی احتیاج به تحریک و برانگیختگی خاصی نداره، مگر در شرایطی که اوضاع یه کمی درست نیست. حالا وارد جزئیات منظورتون زنه؟ بله. ولی مرد باید بتونه برانگیخته بشه به صورت کامل. آیا نشد چی؟ نشد. دکتر، زن اگه برانگیخته نشه هنوز میتونه رابطه جنسی داشته باشه؟ یعنی یه زن در حالت عادی میتونه یه مرد میرسه؟ نه، اون که حالا اون دیگه تمامش حال میرسه یا نمیرسه ممکنه وسطش بعدش تصمیم میگیره میخواد. ولی ببینید یه زن برای بذار جمله اینجوری از کمی تعجب کنم، یه زن برای اینکه رابطه جنسی داشته باشه فقط کافیه خودش رو در اختیار بذاره. یه مرد وقتی که بخواد اگر تحریک نشه و برانگیخته نشه امکان رابطه جنسی رو نداره دیگه، یعنی ارکشن نباشه دیگه. به همین جاست که مرد کم داره، به همین جاست که موضوع ناتوانی جنسی تو مرد هست. مردی هستن که ارکشن ندارن، مردی هستن که ارکشن رو به سرعت از دست میدن و بقیه ماجراها. و
و اما بقیه ماجرا هفته آینده در خدمت آقای دکتر فرهنگ هلاکویی. من که از صحبت‌های ایشون بسیار امشب استفاده کردم. خوش آمدید آقای دکتر. لطف داری. ممنون.